سرخط خبرها. خبر عاجل در مورد دکتر عبدالله گلبودید حکمتیار و حامد کرزی. همچنان یک خبر عاجل درباره حمیده خراسانی. معنوی: نماینده امریکا غیر مستقیم به طالب لابی می کند. وزارت دفاع طالبان از افراد این گروه خواست اشیلی کشادیانه در روزهای عید خودداری کنند. موسی شاهین پس از 3 ماه به قید ضمانت از زندان طالبان آزاد شد. یک دانش آموز صنف 12 در بامیان خودکشی کرد. و وزارت معارف طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی در ولایت قندهار و هلمند را به حالت تعلیق درآورد. سلام دوستان، به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. معنوی: نماینده امریکا غیر مستقیم به طالب لابی می کند. فضل احمد معنوی، وزیر عدلی حکومت پیشین، در واکنش به اظهارات نماینده ویژه امریکا در افغانستان مبنی بر عدم حمایت مردم از جنگ مسلحانه با طالبان می گوید توماس فز در کنار چشم پوشی بر اتفاقات جاری غیر مستقیم به طالبان لابی می کند. آقای معنوی روز گذشته در تویت با اشاره به جان باختگان نبرد اخیر سالنگ جنوبی افزود عزاداری ها برای اکمل امیر و یارانش به معنای حمایت مردم از جنگ با طالبان است. وزیر عدلی حکومت پیشین و از اعضای ارشد جبهه مقاومت گفت اگر توماس فز راست می گوید که مردم از جنگ در برابر طالبان حمایت نمی کند، این همه همدردی افغانستان پس از شهادت اکمل امیر و بصیر اندروبی و یارانشان از کدام آدرس است؟ فضل احمد معنوی، برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان اعضای مجموعه فکر آینده افغانستان در دوحه را آدمهای ناشناخته خوانده و اضافه کرده است. آقای توماس چند آدم ناشناخته را به نام افغانستان در قطر جمع کرده و میگوید آنها از جنگ در برابر طالبان حمایت نمی کنند. یک دانش آموز صنف 12 در بامیان خودکشی کرد. منابع محلی در ولایت بامیان گفتند یک پسر نوجوان که دانش آموز صنف 12 مکتب بود خود را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. منابع بر روزنامه 8 صبح گفتند که پسر به نام زکریا باشنده روستای خوال از مربوطات مرکز ولایت بامیان روز یکشنبه 27 حمل خودکشی کرده است. یک منبع محلی که نخواست از او نام برده شود میگوید که جسد زکریا حوالی ساعت 1 پس از 4 امروز برای تحقیقات به شفاخانه ولایتی بامیان منتقل شده است. طبق اطلاعات منبع، زکریا دانش آموز صنف 12 مکتب حیدرآباد بود. منبع افزوده است که دلیل خودکشی وی معلوم نیست. موسی شاهین پس از 3 ماه به قید ضمانت از زندان طالبان آزاد شد. بستگان موسی شاهین، آوازخوان محلی کشور، گفتند که این هنرمند پس از حدود 3 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. عبدالوهاب، برادر شاهین، در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید کرد که این آوازخوان محلی عصر روز یکشنبه 27 حمل از سوی طالبان به قید ضمانت 2 نفر و قباله خانه آزاد شده است. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. موسی شاهین، آوازخوان محلی، حدود 3 ماه پیش از سوی طالبان در شهر کابل بازداشت شده بود. بر بنیاد گزارش های نشر شده، او برای 2 بار به دلیل هنرمند بودن و به اتهام آنچه طالبان ترویج فساد در جامعه می خوانند، از سوی کارمندان اداره استخبارات این گروه بازداشت و زندانی شده بود. چند روز پیش منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح از وضعیت بد صحی آقای شاهین در زندان طالبان خبر داده و گفته بودند که سر و صورت او خراب شده است. خبر عاجل درباره حمید خراسانی. واحد روحانی در صفحه تویترش چنین نگاشته است:
چقدر امیر خراسانی شبیه مولوی انصاری شده است. انصاری تا جان داشت از طالبان حمایت کرد و روی بلند در حکومت طالبان داشت، اما کشته شد. امیر خراسانی کارنامه انصاری را مرور می کند. همچنان یک خبر عاجل در مورد دکتر عبدالله، حامد کرزی و گلبدین حکمتیار. واحد روحانی از فعالیت و تصویر به فرمان رهبر طالبان ممنوع شدند و این سه تن در بدبختی های چهاردهی اخیر سهم دارند. حکمتیار در جنگ داخلی با دیگر مجاهدین، حامد کرزی با هدر دادن بزرگترین فرصت تاریخی افغانستان و عبدالله که مانع اشرف‌غنی نشد و به گپ های مفت مقام های امریکایی گوش کرد. وزارت معارف طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی در ولایات قندهار و هلمند را به حالت تعلیق درآورد. در نامه رسمی که وزارت دفاع طالبان به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند فرستاده، فعالیت مؤسسات آموزشی در این ولایات تا ادلای بعدی متوقف شده است. در این نامه آمده که این وزارت آیت را برای بررسی پروژه‌ها و فعالیت‌های تمامی مؤسسات آموزشی در ولایت‌های قندهار و هلمند تعیین کرده است. طبق این مکتوب که یک نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، این آیت قرار است پروژه ها و فعالیت های آموزشی موسسات را بررسی کرده و به وزارت معارف طالبان و در نتیجه به رهبری این گروه گزارش دهد. در این نامه آمده که ریاست های معارف قندهار و هلمند با دریافت این دستور عمل تمام مسائل بحث برانگیز که در سطح ملی حل نشده را به حالت تعلیق در می آورد. هرچند مشخص نیست که چه پروژه قرار است بررسی شود، اما برخی سازمان های بین‌المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف در سراسر افغانستان برنامه های آموزشی را برای کودکان به ویژه دختران را اندازی کردند. وزارت دفاع طالبان از افراد این گروه خواست از شلیک شادیانه در روزهای عید خودداری کنند. فصح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان روز یکشنبه از افراد این گروه خواست که از شلیک شادیانه در روزهای عید خودداری کنند. در ماه‌های گذشته افراد طالبان در مناسب‌های مختلف از ورود این گروه به پنجشیر تا عید و عید قربان و پیروزی تیم کرکت به شلیک شادیانه دست زدند. رهبری طالبان پیش از این نیز بارها اعلامیه‌هایی را برای جلوگیری شلیک شادیانی افراد خود در شهرها منتشر کرده است. بر اساس گزارش رویترز، پس از ورود این گروه به پنجشیر در 12 سرطان 14 صد، دست کم 17 نفر بر اثر تیراندازی‌های شادیانی اعضای این گروه در شهرهای مختلف جانهای خود را از دست دادند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.